تعدادی از رستوران ها در شهر نو کابل که از جمله میتونم نام ببرم نو کابل، ضیافت، برگ و بعضی رستوران های معروف دیگی در این ساحه با نبود پارکینگ مواجه هستند و متاسفانه نقض قانون را اینجا مواجه شدن. نمیشه پس بیری، نمیشه پیش بیاییم، کلن خیابان بسته میشه. دیگه ما از هموطنهای ما، از دوستای ما، خواهش ما همی است که مثال شعر دیگه به هم نریزنه. دبل پارک میشه، دبل پارک طبعا دیگه به زوم، به کل چیز زوم زیاد میسازه. رستوران‌ها بسیار دیگه به سویه بلند است، مصارف زیاد میکنن. این رستوران‌ها باید برای مردم یک زمینه را پارکینگ یک چیز برابر کنن که در سرک بر مردم مزاحم یا مزاحمت جور نشه. یعنی پارکینگ بسیار ضرورت است. با هر رستوران باید پارکینگ داشته باشه، باز رستوران تا جور کنه. شهر نو به خصوص ساحه بسیار گیروار است. دای قبول باید یک پارکینگ هر کدامی از برای خود جور کن و یا ای که همگیشان یک جای شون یک تا جور کن. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت شما بخیر هموطنان خوبم، امیدوار هستم صحت سلامت باشین. دوستا، قسمی که در تصویر میبینید امشب ما آمدیم به منطقه شهر نو کابل. طبق گفته های هموطنان ما و شکایتی که هموطنان ما به ما داشتن و خواهش کردن که ما امروز بیایم به سایه شهر نو کابل و رسیدگی بکنیم یا این معضل به تصویر بکشیم، آمدیم امروز اینجا و خواستیم از اینجا برنامه داشته باشیم. قسمی که شما عزیزان میبینید تعدادی از رستوران ها در شهر نو کابل که از جمله میتونم نام ببرم نو کابل، ضیافت، برگ و بعضی رستوران های معروف دیگی در این ساحه با نبود پارکینگ مواجه هستند و متاسفانه نقض قانون را اینجا مواجه شدن و کسایی که برای غذا خوردن از طرف شب خصوصا در این هتل ها میان، موتورهای از اینا را در سرک پارک میکنن و حتی در خیلی موارد دبل پارک هم این رستوران ها دارن که تعداد قسمی که شما هم در تصویر میبینین در این سرک از طرف شب هر شب یک ازدحام ترافیکی یا رابندان خیلی زیاد وجود می داشته باشه. او طرف شفاخانه امرجنسی همچنان هست که در امتدادش چاره حاجی یعقوب واقع شده. همیشه از طرف شب این سرک و نسبت تخلف این رستوران های معظم بند می باشه و ترافیک وجود می داشته باشه. قسمی که شما هم آگاه هستین شفاخانه امرجنسی یکی از مهمترین شفاخانه ها است و هر گاهی که هموطنان ما خصوصا زخمی می داشته باشند به این شفاخانه انتقال میتن. قسمی که در تصویرم شما دیدین امبولانس دمی را بندان امشب بند مانده بود و خیلی اوقات این معضله که هموطنان ما یا مالکین رستوران ها پارکینگ ندارن و موتور را در سرک پارک میکنن، باعث از این میشه که هموطنان ما حتی به درمانگاه یا به شفاخانه به اسرع وقت نرسن. امروز آمدیم تا بپردازیم به این موضوع و بپرسیم از هموطنان ما که چی مشکلات دیگه ای را این
کار هموطنا یا مالکین این رستوران‌ها در سایه شهر نو ایجاد کرده. آهسته آهسته قدم زده پیش میریم، شما هم تصاویر ببینید که سرک از دو طرف کاملا بند است و هموطنای ما که در این مسیر خانه‌شان است یا رفت آمد دارن با مشکلات مواجه هستند. سلام لالا، خوب هستیم؟ خوب هستیم. جان و جور است؟ خوب هستیم. مشکل نیست، هرچی میخوردی نوش جانت باشه. عالی بود، نوش جانت تو هم باشه. خوب هستیم شلالا. کلید دستت هست و خیلیم که دریور هستی. آیم دریور هستیم، تازه آمدیم در لین کار میکنیم. تاکسی هست؟ آیم تاکسی. خب بسیار خوب. از طرف شب معمولا در این ساحه میباشی؟ جانا رستورانت ها یک تعدادش که پارکینگ دارن خیلی کار خوب میکنن، یک تعداد دیگهش متاسفانه که قانون نقض میکنن پارکینگ ندارن و دو طرف سرک موترها را پارک میکنن. به عنوان یک دریور چقدر مشکلات خودت شبانه ایجا میبینی؟ والا خیلی زیاد هم میبینیم و خدا که اصلا نمیشه پس بیری نمیشه پیش بیاییم، کلا خیابان بسته میشه دیگه. ما از هموطنای ما، از دوستای ما خواهش ما همی است که مثال شارا دیگه به هم نریزن، یعنی ما تو برات بگویم شارا به هم نریزن، یعنی پارک به جای نکنن. پارک به جای نکنن، هر کی سر جایش، همه چی سر جایش دیگه میشنه. خودت به عنوان دریور چند بار با چنین یک مشکل مواجه شدی؟ والا ما کلان پای درد هستم، بچش از دستین میبیره بار و دست دی نمی سرک شبانه خودت که ما کار میکنی، شاید ازگاه تمامی جا باشه قسمی که دیدم ایشه از شفاخانه امرجنسی تا چارایی یا یعقوب. معمولا این مشکل از هموطنهای ما برای ما گفتن که انتو یک مشکل است، ما خواستیم بپردازیم برازی. خودت شبانه با این مشکل هر شب مواجه هستی یا در این مسیر نمی باشی؟ والا ما اگر بگویم یک و نیم ماه میش از ایران آمدیم، یک دو هفته یک هفته شد آمدیم در این مسیر کار میکنم دیگه. باز خودت در روی سرک استاد کردی، اینجا جای قانونی است برای شما؟ کدام ازگاه مشخص یا سویش ترافیک و شاروالی مشخص شده؟ اگر مثال کلا نباشه ما هم دیگه حق نداریم اینجا استاد کنیم. البته قانونی نیست، قانونی نیست. مثال ازگاه تعیین باشه تکیسی ها که مشکل ندارم، مثال بالاخره یک ردیف استاد میکنن تکیسی ها سواری خدا میگرن و به نوبت میرن، اما ای که موترهای اضافی و ایسونیسون دیگه او شب خدا خودش میفهمه. تشکر، سلامت باشیم برادر. ما گفتن که این موتر که در سرک استاده قانونی است، اینا لگه نزدیک بیایی که ما هم میره بشنویم، هم وطن هم بشنوه که از چی نگاه. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم. ساعت شما خوب هست؟ اسمتان چی هست بیادرم؟ اسمم عبدالبصیر است، یک از تاکسیران های پیش مجید مال هستیم بیادرم. خب بسیار خوب، خودت هم دریور هستی و تاکسی دارید شهر کابل، همیشه در این قسمت میباشی؟ در این قسمت تقریبا یکم 14 سال 15 سال میشه که ما در این قسمت هستیم دیگه. شهر بازار که تو پارکینگ میکنن دیگه، اینیا با ما بود که با ما تعلق نمیگیره. ما در این قسمت تقریبا این 15 سال است که در این سایه هستیم. در این سرک عمومی استاد میکنین، عرض این سرک هم خیلی کم است، بیروبارش خیلی زیاد. یک گفت شما گفتین که اینجا مشکل قانونی نداره؟ قانونی داره، چون ما اینجا در این مسیر ما است، در این منطقه تکس لاین ما در این قسمت است. یعنی مشخص ازگاه دارین یا فقط امروی سرک استاد میکنین؟ نه نمیجا مشخص ازگاه ماست. خب شبانه که جا بعضی از دوستا یا مالکین رستوران ها که پارکینگ ندارن موترها را پارک میکنن، دبل پارک میکنن، حتی در قسمت های سه تا موتر پلده پلده سرک استاد میشه بند میشه، با این چی گفتنی داری؟ با یاد اگه یا باید اگه پارکینگ داشته باشن داخل پارکینگ استاد کنن دیگه، با که در سر سرک استاد میکنن و دیگه کار خودشان است. چقدر این مشکلات به مردم بار میاره؟ نه مشکلات خب میاره، بعضی اوقات یک ذره زام زیاد میشه دیگه، میشه به خاطر تعدادی از هموطنان ما گفته میشه که از این روی سرک از مردم پارچه میتن پول میگیرن. کی پول میگیره؟ بعضی مالکین رستوران ها وقتی که موتر ایجا کسی استاد میکنه از وا یک مقدار پول میگیرن، موتر از اون تا وقتی که پاس میای نگاه میکنن. والا دیگه اون نمیفهمیم. از شما از نمیگیره کسی؟ نه، ما اینجا تکس لاین داریم، اینجا قانونی است. هر موتر 50000 افغانی 60000 یا مصرف کرده کلش یا کلش اسناد قانونی داره. یعنی اسای پلیس ترافیک یا شاروالی بر شما هیچ گونه ممانعت در اینجا صورت نمیگیره. خاطر از این نیست که ما در گوشه سرک هستیم، اینه میجا تقریبا گفتم پیشتر براتون عرض کردم که 15 سال میشه که مدیر میجا ازگاه ما هست. ازگاه مشخص شده و تعیین شده شما. بله بله. سلامت باشین. او کسایی که به جای میان پارک میگن در پلیس شما دو سه تا موتر سرک بند میکنن و شفاخانه هم است، ای به نظرت کار خوب است یا بد؟ خیر کار بد است، باید در یک رسته یک دست سه تا چهار موتری که دبل پارک میشه، دبل پارک تبان دیگه به زوم به کل چیز زوم زیاد میسازن. خیلی زیاد تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر میکنم. دوستا قسمی که میبینین هموطنای ما شکایت دارن. آقای صاحب سلام، خوب هستید؟ سلام علیکم جناب، شما بخیر، صحتتون خوب، خیرتی، سلامت باشین. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر، زنده باشین. اسمتون چی هست آقای صاحب؟ اسم ماجی محمد است.
باشنده ولایت پکتیا مرکز گردیز. خیلی فعلا میمون هستین؟ فعلا میمون هستیم کابل. خیلی خوش آمدین به کابل. خوش باشین، تشکر، زنده باشین. خواهش میکنم. آقای صاحب امشب شما به سایه شهرنو هستین، نمیفهم کجا همیجا در کابل بود باش فعلا دارین یا به این رستوران ها آمدین؟ نه، ما آدم مجید مول آمدیم یک چکر زدیم، همراه دوستا هم میمون هستیم. خیلی خوب. وقتی که آمدی این رابنده را دیدی، بیروبار این سرک دیدی، چی فکر میکنی به خود در مورد کابل؟ فکر در مورد کابل این ما میکنیم که مردم و ما که از خودش قانون مراعات نمیکنه. قانون ترافیکی شخصا در افغانستان هیچ کس مراعات نمیکنه. قانون ترافیکی را هر کس که لیسنس میگیره در ریاست ترافیک از ترافیک خواهش ما ای است که این مردم در باره لیسنس درس صحیح بده که مثلا اشاره اینی طور است، مثلا جای پارکینگ اینی تو جای نامناسب باید پارکینگ نکنن. انمی است که مترار در جای نامناسب پارکینگ میکنن، ازهام به مردم جور میکنن. بله آقای صاحب، یک مشکل دیگه هم است که بعضی از رستوران های مشهور و معروف که در سایه شهر نو هستند پارکینگ ندارن. کسی که با غذا خوردن میاد او ناگزیر است که در روی سرک پارک بکنه. بله. و تعدادی از رستوران ها حتی یک قسم پارچه گفته میشه که برای زیان میته و از اونها ساعتوار پول میگیرن، موترشان در سرک دولت استاد میباشه. بله، این همه نامناسب است به خاطر اینکه رستوران ها بسیار دیگه به سایه بلند است، مصارف زیاد میکنن. این رستوران ها باید برای مردم یک زمینه را پارکینگ یک چیز برابر کنند که در سرک برای مردم ازدحام یا مزاحمت جور نشه. یعنی پارکینگ بسیار ضرورت است. با هر رستوران باید پارکینگ داشته باشه، باز رستوران تا جور کنه وجو. یک چیز قانونی است که باید پارکینگ در نظر بگیره. پارکینگ 100% در نظر باید باشه. اگر پارکینگ نباشه از حکومت همین خواهش ماست که اجازه کار به او جانته. به خاطر اینکه جاده ها را بند میکنن با مردم ازدحام ایجاد میشه، بعد ازدحام مردم مریضدار میباشه، ضرورت داشته میباشه، با یک کار ضرور روان میباشه، فهمیدی رسیدگی نمیتونه که به اون کار خود برسه. دیگه خواهش ما از حکومت همی است که زمینه پارکینگ با همی هتلدارا شریک بسازه، فهمیدی هتلدارا را مجبور بسازه که یک پارکینگ بر وسایط جور کنه که تا ازدحام بر مردم ایجاد نشه. تشکر، سلامت باشین. کدام گفتنی داشته باشین کمری بود؟ تشکر، تشکر، زنده باشی. سلام ما به همه هموطنان تقدیم میکنم. خداوند وطن ما را آباد بسازه. اینمی سلام ما از طریق تلویزیون شما به همه بینندگان، به همه کسی که ما را مشاهده میکنه سلام تقدیم میکنم. خیلی زیاد تشکر، سلامت یک جهان تشکر. قابل شما میمون هستین، اگر میمون ما شاید تشکر، زنده باشی. خیلی خوش شدم، خیلی ممنون. تشکر از شما، بسیار زیاد سپاسگزار هستم. هموطنان بازم برای شما یادآور میشم به سایه شهر نو کابل آمدیم. قسمی که شما در تصویر میبینین از مسیر شفاخانه امیر جنسی که یکی از شفاخانه‌های مهم هست تا مسیر چارایی حاجی یعقوب، تعدادی از رستوران های غذاخوری در این مسیر واقع شدند که از طرف شب تعداد زیادی از هموطنان ما اینجا به غذا خوردن میان، ولی متاسفانه تعدادی از مالکین این رستوران ها قانون نقض میکنن، پارکینگ ندارن، موتورها را در سرک استاد میکنن. قسمی که شما هم در دو طرف ما میبینین کاملا سرک عرضش خورده است، دوگام خورتر میشه و در خیلی موارد دو قطار سه قطار استاد میکنن که کسایی که از این مسیر رفت آمد دارن خیلی با مشکل جدی مواجه هستن. هموطنان ما برای ما یادآور شده بودن که ما بیاید تیجه بیاییم و از بر شما گزارش تهیه بکنیم. ما میرم به قسمت های دیگی از این سرک، انشاءالله در ادامه برنامه با ما باشید. تشکر میکرم از شما عزیزای بیننده که تا این دم با ما هستین. آمده مایستا استق پیشتر و در این قسمت هم قسمی که شما میبینین در دو طرف سرک موترا پارک است. متاسفانه مشکلات بر مردم ایجاد شده و در شبای جمعه و شبای رخصتی یا مناسبتی خیلی رابندان زیاد میباشه، حتی چند امشب بیروبار در این ساعه میباشه و گفته میتونم که بیشتر از نیم ساعت و 40 دقیقه شاید هموطنان ما در شبای جمعه یا شبای مناسبتی در این مسیر بند بانند.
او طرف سرک هم شما دوستای عزیز در تصویر قسمی که میبینین موترا پارک است و این طرف هم تمامش بر دلیل نداشتن پارکینگ هست که هموطنان ما پارکینگ متاسفانه اینجا نداره. کسایی که کسب و کارشون است خصوصا رستوران ها است و اینمی باعث میشه که اینجا مردم با مشکل مواجه باشن. آهسته آهسته قدم زده پیشتر میریم. شما محضی دو طرف سرک تصاویر داشته باشین که از اول سرک است پیش شفاخانه امرجنسی تا چهارایی یا یعقوب همچنان دو طرف سرک است. فعلا ما در بغل پارک شهر نو هستیم و در دو طرف ما در مقابل رستوران برگ همچنان با که پارکینگ نداره این رستوران موترا در روی سرک پارک شده و قسمی که در اول هم برتان گفتم هموطنان ما گفتن که در خیلی از موارد تعدادی از رستوران های شهر نو کابل از سرک وقتی که موتر پارک میکنن پول هم میگیرن از هموطنان ما به خاطر نگهداری از موتر از سرک ملی از سرک مردم پول میگیرن. آیستا آیستا پیشتر میریم کوشش میکنم در هیچ هم نظر هموطنان ما را داشته باشم ببینم که چی گفتنی دارن در مورد این سرک. شما تصاویر از دو طرف سرک قسمی که میبینید خلاصه دوستا از اول سرک تا آخر سرک قسمی که پیشتر هم بر شما گفتم هیچ جای پیدا نمیشه که موتر در روی سرک پارک نشده باشه و در خیلی موارد پیدا میشه که دو تا پلو پارک میشده باشه. آهسته آهسته پیشتر میریم نظریات هموطنای خود را میداشته باشیم و همچنان از کسایی که در این مسیر رفت و آمد دارن خصوصا از طرف شب کسایی که در این مسیر رفت و آمد دارن یا خانهایشان است یا کاربارشان است از اونا میپرسیم که شبانه در این سرک چقدر با مشکلات اینا مواجه هستن. قسمی که بازم برای شما یادآور میشم شما که به شهر نو بیاین خصوصا به این سرک بیاین میبینین که چقدر مشکلات اینجا رستوران ها بار آوردن. ما از شما هم وطنان هم خواهش میکنم که شما هم در این مورد توجه داشته باشین زمانی که میایین به یک رستوران به غذا خوردن خصوصا از طرف شب یک جای را انتخاب بکنین که در او رستوران پارکینگ داشته باشه تا نه به شما مشکل ایجاد شوه نه به هم وطنان ما. اونجا ما دفتر یک پاست دفتر مصروف هستیم. خب خیلی خوب انشاءالله موفق سربلند باشین. ای دفتر که نداری این طرف یک همی سرک و مردم ببینه چطور؟ مشکل نیست خوب دپست چی که پاس بدخشان؟ والا شکر فضل خداوند آرامی است. در همی مسیر از اینمی سرک از دفترتان؟ نه ای طرف از طرف قصر بختوار گفته. خب بسیار خوب هموطن ها میان به تفریح شبانه خصوصا به غذا خوردن در بعض رستوران تا این تو پارکینگ نمی داشته باشن در روی سرک موتر خود استاد میکنه و نظر خود چقدر این مشکل زا از به مردم؟ والا ای خب مشکلات خود زیاد داره چون سرک قسمی جور شده که باید موتر را رفت آمد کنه دیگه این حالی دقیق قبول مردم چیزی کار نمیتونه چون برای ازیاد ساحه محیا نیست که یا موتر خود پارکنه مجبور مکلف یک کسی خود خانوادش میبره. بله این مکلفیت با کی است؟ با کسی که اینجا رستوران داره یا شرکت داره یا کاربارش است که وقتی کسی میایه مشتری در کل میایه باید از سرک استفاده بکنه یا از پارکینگ استفاده بکنه. واقعیت بوده ساختمان های کلان کلانی که هستن میلیون ها دلار سرمایه گذاری میکنن رستوران میسازن یا دیگه چیزا میسازن به نظرت لازم نیست باید پارکینگ بسازن؟ یه گپ دیگه داشت پدر وقتی که آپارتمان رو که میسازن فقط به کسایی که داخل از زندگی میکنن صرف برای از او یک جای جور میکنن مثلا ما جایی که زندگی میکنیم صرف به کسایی که زندگی میکنن تا روشن پارک کردن میتونن و در نو دایی طرف یک پارکینگ هم جور شده. خب بسیار خوب انشاءالله که هموطن های مازی پارکینگ استفاده بکنن. ولی برادرم یک چیز دیگه اینجا سایه تجارتی است نه؟ وقتی که همه هتلای عروسی که از کلش پارکینگ داره رستوران ها هم کلش مشتری داره الحمدلله اینجا رستوران هایی که از این مسیر همشون مشتری داره شوا شاید خودت ببینی صدها نفر میاین اینجا با چیز باید همین رستوران ها سایه بایشون هم پارکینگ در نظر بگیرن یا نگیرن جای انتخاب بکنن که اونجا پارکینگ داشته باشه یا نکنن بدون جای بدون پارکینگ نمیشه چون ساحه ای که شهر نو بخصوص ساحه بسیار گیروار است دای قبول وای دک پارکینگ هر کدام از برای خود جور کن وای یا ای که همه گشان یک جای شون یک تا جور کن عمومی سلامت باشین شوالا که هر رقمش یک کار بکنن گدام گفتنی خاص داشته باشی کمری ما در خدمت شما زنده باشین. تشکر از وقتت لا دوستا استاد شما قسمی که تصویرا رو هم میبینین ما در سایه شهر نو هستیم در سرکی که بین چهارایی شفاخانه امرجنسی و حاجی یعقوب واقع شده و موضوع برنامه ما امشبی است که هموطنان ما از ما خواسته بودن تا به این ساعت بیاییم و به معسل پارک از این سرک پارکینگ که موترها متاسفانه از سوی رستوران تا در سرک پارک میشه
به ای بپردازیم. هموطنای عزیزم شما هم کوشش بکنین که در قسمت نظم شهری با سایر هموطنای ما و با شاروالی و ترافیک کابل همکار باشید. میخواییم با اونو قسمت برم اگر مشکل نباشه و ببینیم که در اون قسمت چه قسمت بیروبار هست نیست و ما که فکر میکنم فکر چی که من مطمئن هستم تا جایی که من میبینم تمام از سرک بند است. با از این طرف ها میبینیم متراشون سرک بند است، خیلی بایستاییم. شما کاملا میتونین به وضوح ببینین که رابندی امی لحظه در این امی مسیر ایجاد شده و ناگفته نمونه عزیزا که ما و شما قانونگذار هستیم و باید کوشش ما این باشه که با مسئولین در قسمت تنظیم نظم در شهر هم کار باشیم. در ادامه برنامه با ما باشیم. تشکر میکنم از شما هموطنان خوبم که تا آخر این برنامه با ما بودید. بازم یادآور میشم که امشب ما آمدیم به سایه شهر نو کابل و در سرکی که از چارایی شفاخانه امرجنسی کابل شروع میشه تا چارایی عبدالحق شهر نو کابل و در دو طرف از این سرک رستورانت های معتبر وجود داره. هرچند ما خرسند میشیم که رستورانت های مفشن و معتبر در کابل وجود داشته باشه، اما تعدادی از مالکین رستوران ها متاسفانه تخطی میکنن، پارکینگ ندارن و موترها را در سرک پارک میکنن. یک قطار هم نیه که دبل پارک یا دو موتر پولو در دو طرف سرک پارک بشه قسمی که شما دیدین و این باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم کابل میشه، خصوصا باشنده های شهر نو کابل و کسایی که در این مسیر رفت آمد دارن. امیدوار هستم که مسئولین رستوران ها و مالکین رستوران ها همچنان توجه داشته باشن و تا بعد که بازم من محب فرامرز در خدمت شما قرار میگیرم. وقت شما خوش. الان نگهدار.